همکارم مرضیه حسینی از وزارت خارجه آمریکا با ماست. در این سه ماه گذشته آقای بلینکن چندین بار، این الان چهارمین بار هستش که به خاورمیانه میره، چه میدونیم در مورد برنامه سفر او؟ چهارمین بار است به خاورمیانه میره و پنجمین بار هم هست که به اسرائیل سفر میکنه. به طور مشخص آنچه که گفته شده به نقل از رسانه‌های آمریکا، به نقل از رسانه دهیل تاکید شده که هدف بر این هست که آمریکا در تلاشش هست دولت اسرائیل رو متقاعد بکنه که این جنگ رو از یک جنگ پراکنده به یک جنگ متمرکز بر کشتن رهبران حماس متحد کنه. اما اینجا در وزارت خارجه آمریکا هنوز این برنامه سفر به طور رسمی اعلام نشده، اما گزارش آکسیوس به نقل از پنج مقام ارشد نظامی اینجا در آمریکا و در اسرائیل هست که چنین تاکید شده. اما همزمان با این سفر رسانه هل گزارش منتشر کرده با یک نگاه انتقادی به این سفرهایی که توسط مقامات ایالات متحده به اسرائیل صورت می‌گیرد. در رسانه هل گفته شده هدف از این سفرها این است که یک اختلاف نظر بسیار جدی بین آمریکا و مقامات اسرائیلی وجود دارد، به این جهت که نتانیاهو به هیچ عنوان حاضر نیست بپذیره دولتی در غزه پساجنگ مستقر بشه، چه برای تامین امنیت و چه برای استقرار سیاسی که در این دولت فلسطینی‌ها دخیل باشن. از سوی دیگه آمریکا در تلاش است به طور مشخص، شخص بایدن در تلاش هست اسرائیلی ها رو متقاعد کنه به روی کار آمدن دولتی با حضور محمود عباس و با حضور تشکیلات خودگردان فلسطینی. در گزارش رسانه دهل یک نگاه بسیار انتقادی صورت گرفته به این موضوع، به طور مشخص ذکر شده که در طول 70 سال گذشته تنها 11 دقیقه پس از اینکه اسرائیل به رسمیت شناخته شد، آمریکا دولت ترومن در آمریکا این کشور رو به رسمیت شناخت و در طول 75 سال گذشته بیش از 300 میلیارد دلار بودجه نظامی به اسرائیل اختصاص داده. گفته شده که تنها در بخش نظامی در طول تمام هفته‌های گذشته دولت اسرائیل دسترسی کامل به تمام تجهیزات نظامی آمریکا را داشته، بیش از حداقل 50 سوخ 35 در اختیار اسرائیل قرار گرفته. اما نگاه رسانه هیل این هست که به طور مشخص تمامی این کمک‌ها چه تأثیراتی داشته و آیا در بازه زمانی فعلی جز آسیب رساندن به وجهه عمومی آمریکا در عرصه جهانی چه تبعات دیگه و چه پیامدهای دیگه برای آمریکا به همراه داشته. مرضیه حسینی همکارم در وزارت خارجه آمریکا، ممنونم از شما.